عواست آبان ماه سال 1396 خانواده ای به دنبال اینکه یکی از شرکای پسرشون بهشون اطلاع میده که خبری از فرزاد پسرشون نیست و همه کاراشون عقب افتاده. پدر مادر فرزاد میگه ما هیچ خبری از پسرمون نداریم عروسمون هم میگه با شوهرش دعوا کرده و چند روزی میشه که با هم حرف نمیزنن پلیس تحقیقات خودش رو آغاز میکنه و توی بررسی ها مشخص میشه که فرزاد 29 ساله متاسفانه جون خودش رو از دست داده اما هنوز مشخص نبوده که چه کسی عامل این جنایته سلام رفقا مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب امشب با یک پرونده عجیب و دلخراش از تهران در خدمت شما هستم خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب زنگوله ی کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم عواست آبان ماه سال 1396 پسری به اسم پوریا بعد از اینکه دو سه روزی از شریک کاریش فرزاد خبری نمیشه پیگیر اون میشه این پسر به خونه یه فرزاد سر میزنه اما نیکی همسر فرزاد چیز خاصی به اون نمیگه و میگه که نمیدونه شوهرش به کجا رفته پوریا کمی به قضیه شک میکنه اون با فرزاد توی منطقه یه چیتگر تو چند تا پروژه ساختمانی که پول زیادی هم توش خابونده بودن شریک شده بوده و احساس میکنه که شاید فرزاد همه چی رو برداشته و قصد فرار کرده اما چرا همسرش رو رها کرده رو خدا داند پوریا با هزار زحمت آدرس خونه پدر و مادر فرزاد رو پیدا میکنه و به اونجا سر میزنه از اونها پیگیر فرزاد میشه اما اونا هم خبری از پسرشون نداشتن و میگن چند روزی میشه که فرزاد به اونجا سر نزده پوریا کمی به قضیه حساس میشه هم فکر فرار فرزاد به سرش میزده همین که احساس میکرده که به دو احتمال زیاد یه اتفاقی برای این مرد افتاده خانواده فرزاد هم با شنیدن این موضوع و نگرانی های پوریا نگران میشن و سریعا به خونه نیکی اینا میرن اما نمیتونن خبری از پسرشون بگیرن برای همین هم سری به اداره پلیس آگاهی مراجعه میکنن پدر فرزاد توی اداره پلیس میگه والا چند روزی هست که پسرم به خونمون نیومده این مرد زمان دقیق رو 15 هم اعلام میکنه و میگه فرزاد به همراه همسرش فقط شب 15 هم آبان پیش اونا اومده و دیگه به اونجا نرفته علی به مامورا میگه پسرم توی کسب و کارش خیلی زبر و زرنگه و تا دلتون بخواد میتونه دشمن داشته باشه و احتمالا هم یکی از همونهای بلای سر پسرم آوردن این مرد میگه من بعد از اینکه پوریا ماجرا رو به ما گفت سری به خونه پسرم رفتم و از عروسم پیگیر ماجرا شدم آخه هر چقدر تماس گرفتم جوابم رو نمیداد اونجا هم بهم به گفت که خبر نداری که شوهرش به کجا رفته میگفت مثل اینکه قرار بوده فرزاد یه سفر کاری به خارج بره اما اینکه رفته یا نه رو نمیدونه علی تو اظهاراتش میگه وقتی دیدم عروسم از چیزی خبر نداره و فامیل هم خبری از پسرم ندارن مجبور شدم به اداره بیام پلیس اسارات این مرد رو ثبت میکنه و پوریا و نیکی رو هم به اداره میاره تا حرفای اونها رو هم بشنوه این دو نفر توی اداره پلیس اظهار بی از فرزاد میکنن پوریا میگه والا من از 16 آبان ما خبری از فرزاد ندارم و با اینکه میدونم اهل فرار و کلاهبرداری نیست اما احساس میکنم این کارو کرده باشه شاید هم یه بلایی سرش اومده و ما ازش بیخبریم این پسر میگه همه این قضیه ها یه طرف قضیه یه پروژه کاریمون هم طرف دیگه من از همین طریق نگران فرزاد شدم دست چکی که باهاش وسایل و مصالح میخریم به نام فرزاده توی این چند روز کلی از کار عقب افتادیم و وارد فاز ضرر شدیم نیکی همسر فرزاد اما میگه من از همون شبی که از خونه ی پدر و مادر فرزاد برگشتیم با شوهرم دعوا کردم و این چند روز به هیچ عنوان باهاش حرف نزدم صبح 16 هم بود که فهمیدم شوهرم قصد سفر کرده و برای یه موضوع کاری قراره که به دوبه بره اما دیگه نمیدونم که رفته یا نه نیکی میگه من از اول زندگی با شوهرم سر اینکه منو توی جمع خانوادهش خورد نکنه مشکل دارم همیشه خدا هر وقت به اونجا میریم مدام به هم میگه که از مادرم یاد بگیر اصلا غذاات خوشمزه نیست و به خونه نمیرسی و فلان درسته که خیلی پول داره اما این دلیل نمیشه که هر کاری که خاص رو باهام بکنه من دل دارم و آدمم این زن میگه ما بعد از اینکه اون شب به خونه برگشتی من حسابی با شوهرم دعوا کردم جر و بحثمون خیلی سنگین بود و به فحش و فوش کشی کشید برای همین هم فرزاد اون شب توی خونه نموند و شب رو به خونه یکی از دوستاش رفت من نمیدونم کجا اما وقتی توی راپله داشت با تلفن حرف میزد فهمیدم که داره میره خونه یکی از دوستاش نیکی میگه من از همون شب دیگه خبری از شوهرم ندارم فردای اون روز فقط برای برداشتن وسایلاش به خونه اومد و دیگه خونه نیومد نیکی میگه من خودم هم نمیدونم که اون به کجا رفته اما مطمئنم که اتفاقی براش نمیفته حتما الان یا دوبی داره عشق حال میکنه یا پیش یکی از دوستاشه مامورا اظهارات این زن رو هم ثبت میکنن و تحقیقات خودشون رو در رابطه با موضوع آغاز میکنن پلیس تو مرحله اول طبق گفته های پدر فرزاد و نیکی به سراغ دوستای این مرد میره متاسفانه هیچ کدوم از رفقای فرزاد خبری از اون نداشتن و تو اظهارات خودشون میگن که اونا هم چند روزی میشه که این پسر رو ندیدن یکی از رفقای فرزاد اما حرفای یه همسر فرزاد رو تایید میکنه و میگه فرزاد قرار کاری توی دبی داشته و به احتمال زیاد اونجا رفته برادر فرزاد سیروان هم موضوع رو تایید میکنه و میگه از این ماجرا اطلاع داشته پلیس تحقیقات خودش رو راجع به موضوع آغاز میکنه مامورا راهی فرودگاه میشن و طبق مشخصاتی که از فرزاد داشتن موضوع رو بررسی میکنن گفته های همه حقیقت داشته این پسر برای 16 هم شب ساعت 8 به دبی پرواز داشته اما موضوع جالب اینجا بوده که اون به این پرواز نرسیده و معلوم نیست که به کجا رفته و چه بلایی سرش اومده پلیس با مشخص شدن این موضوع متوجه میشه که کاسه زیر نیم کاسه هست و اتفاقی برای این پسر افتاده مامورا راهی محل کار این مرد میشن و بررسی های میدانی خودشون رو از اون محل آغاز میکنن نه کارگرها و نه اهالی محل به موضوع مشکوکی بر نخورده بودن و احتمال اینکه پوریا توی این ماجرا نقش داشته باشه وجود نداشته پلیس همزمان رصدهای مخابراتی خودش رو هم از تلفن همراه این مرد آغاز میکنه اما فایده ای نداشته چرا که گوشی خاموش بوده مامورات تو گفتگوهایی که داشتن متوجه میشن که فرزاد با ماشین خودش به فرودگاه رفته بوده. پلیس شماره پلاک ماشین و مشخصات رو به دست میاره و مورد استعلام قرار میده. از طرفی به محل زندگی این فرد و اطراف میدون فرهنگ منطقه سعادت آباد تهران میره تا اون محل رو هم بررسی کنه. داده های به دست اومده چندان خوشایند نبودن. مامورا با مدارکی روبرو میشن که براشون عجیب بوده. پلیس تو وهله اول تصاویر دوربین های مداربست رو چک میکنه گفته های نیکی توی این تصاویر درست از در میاد و فرزاد حوالی صبح با ماشین خودش از خونه خارج شده بوده اما اطلاعات دیگه باعث میشه که مامورا کمی گیج بشن پلیس تو همین بررسی ها متوجه میشه که نیکی در حالی که عجله داشته حوالی ساعت شش شب یعنی دو ساعت قبل از اینکه فرزاد پرواز کنه از خونه خارج شده و معلوم نیست که به کجا رفته راننده ماشین هم مشخص نبوده که کیه این در حالی بوده که این دختر ادعا میکنه که توی این چند روز به هیچ عنوان از خونه خارج نشده موضوع جالب تر این که توی بررسی ها معلوم میشه که این زن اون شب حوالی ساعت سه صبح با همون ماشینی که رفته بوده برگشته و با هم وارد پارکینگ شدن مهمتر از همه اما اظهارات اهالی محل بوده که تو گفته هاشون میگن نیکی با فرزاد به شدت در اختلاف بوده و اونها تا حد طلاق با هم دعوا کرده بودن و این دعواها بیشتر از یکی دو بار بوده پلیس تو بررسی های بیشتر خودش متوجه میشه که ماشینی که این زن با اون از خون خارج شده و با اون به خونش اومده اونم ساعت سه صبح متعلق به برادر فرزاد یعنی سیروانه مامورا نسبت به این موضوع حساس میشن برای همین هم تحقیقات خودشون رو به صورت نامحسوس آغاز میکنن پلیسی یقین داشته که هر اتفاقی هم که افتاده باشه فرزاد قبل از اینکه به فرودگاه برسه یه بلایی سرش اومده خوشبختانه استعلام ها از پلاک ماشین فرزاد جواب میده و مامورا موفق میشن ماشین این فرض رو که تو حوالی لواسون بوده پیدا کنن پلیس به محل مورد نظر میره و تحقیقات خودش رو آغاز میکنه و بررسی ها نشون میده که ماشین فرزاد توی یکی از ویلاهای اون اطراف هستش بررسی های بیشتر مشخص میکنه که ویلا متعلق به خود این پسر بوده مامورا با دستور قضایی وارد ویلا شده بودن اما خبری از فرزاد نبوده و فقط ماشینش اونجا پارک بوده پلیس ماشین رو به پارکینگ منتقل میکنه تا بررسی ها از این خودرو صورت بگیره از طرفی تحقیقات خودش رو از اهالی محل آغاز میکنه همسایه دیوار به دیوار ویلای فرزادینا حرفای عجیبی میزنه این مرد تو اظهاراتش به مامورا میگه 16 آبان ما ساعت حدودای ده شب بود که من از توی کوچه سر و صدای ماشین شنیدم به بیرون که اومدم دیدم فرزاد به ویلاش اومده با خودم گفتم که چیزی نیست و برم بهش سلام کنم اما تا من برسم در بسته شد و هر چقدر هم صدا کردم کسی جوابم رو نداد یکم به هم برخورد و کنجکاف شدم ببینم این مرد توی ویلاش داره چی کار میکنه همسرم اصرار کرد که کاری نداشته باشم و خودم رو به دردسر نندازم برخلاف میلم قبول کردم و به خونه برگشتم اما داخل خونه صداهای دیگه ای میشنیدیم انگار که یکی داشت زمین رو میکند هرچقدر به همسرم گفتم بذار چه کنم ببینم موضوع چیه اما قبول نکرد می ترسید کل سر و صدا دو ساعت بیشتر طول نکشید بعد از دو ساعت ساعت حدودای یک شب بود که یه سواری مزدا به اونجا اومد شخصی که داخل ویلا بود به بیرون اومد و سوار ماشین شدن و رفتن پلیس از این مرد سوال میکنه که اگه اون شخصی رو از نزدیک ببینه میشناسه یا نه اون هم میگه والا من اون شخص رو ندیدم فقط ماشین فرزاد رو دیدم و فکر میکردم که فرزاده یه دونه هم ماشینی که آخر شب به کوچه اومد اگه اون ماشین رو ببینم میتونم بشناسمش درسته که پلاکش تو ذهنم نیست اما ظاهر ماشین یادمه مامورا همه این اطلاعات رو ثبت میکنن پلیس با گفته های موجود احتمال میده که عاملین این پرونده فرزاد رو به قتل رسوندن و جنازه رو داخل ویلا دفن کردن شک پلیس با این حرفا به نیکی و برادر فرزاد یعنی سیروان بیشتر هم میشه تحقیقات بیشتر این شک رو به یقین تبدیل میکنه طبق اطلاعاتی که موجود بوده ماشینی که این فرد توی لواسون دیده متعلق به سیروان بوده از طرفی پلیس تو بررسی خودش که مربوط به 16 هم بوده متوجه میشه که این سیروان بوده که به همراه نیکی از خونه خارج شده و به اونجا برگشته همه مدارک علیه که این دو نفر بوده جالبتر این که مامورا تو تحت نظر گرفتن های نامحسوسشون متوجه میشن که این دو نفر مکررن با هم در ارتباط هستن و سیروان به خونه برادرش رفت آمد داره هنوز معلوم نیست که موضوع چیه و این دو نوع رابطه ای با هم دارن اما پلیس هر دو نفر رو به عنوان مظنون این پرونده بازداشت و راهی اداره میکنه سیروان و نیکی توی اداره پلیس همه چیز رو انکار میکنن و میگن که نمیدونن که چه اتفاقی افتاده سیروان میگه خر نیست که بخواد بلایی سر برادرش بیاره و اون هیچ وقت چنین کاری نمیکنه. گفته های اونها اما دروغ بوده پلیس توی تحقیقات خودش و رسده های دوربین ها متوجه میشه که نیکی و سیروان اون شب بعد از خروج از خونه به سمت فرودگاه رفتن این دو نفر هیچ حرفی برای گفتن نداشتن بازجویی های تخصصی از هر دو آغاز میشه سیروان نمیتونه ساکت بمونه و بالاخره مجبور به اعتراف میشه این پر پسر در حالی که گرگه می کرده میگه اشتباه کردم گول حرفای نیکی رو خوردم نباید این کار رو می کردم من فکر می کردم که همه چیز درست جلو میره اما هیچی سر جای خودش نبود و آخر سر همین اتفاقات افتاد این پسر میگه دو سالی میشه که برادرم نیکی رو شناخته و از این طریق و از طریق یکی از دوستای مشترکشون با هم دیگه آشنا شدن و با هم ازدواج کردن حدودا هشت ماه قبل بود مدتی میشد که نیکی خیلی به پروبال من میپیچید تو همه مهمونی ها دور همی ها به جای اینکه از شوهرش تعریف کنه از من تعریف می کرد به جای اینکه کنار اون بشینه پیش من می نشست و این قضیه من رو نگران کرده بود نگاهاش به من یه جوری بود انگار که میخواست با چشماش منو برای خودش کنه من نتونستم تحمل کنم و ازش پیگیر موضوع شدم ببینم چی شده که این کارا رو میکنه برادرم خونه نبود و من تنها به اونجا رفتم باورم نمیشد که با چی روبرو شدم وارد خونه که شدم نیم ساعتی توی پذیرایی با داداشم داشتم بحث میکردم اونم مدام میگفت که چیزی نیست و نگران نباش وسط همین بحثا حرفهایی زد و رفتاری کرد که من خوشکم زده بود به هم نزدیک شد دستم و گرفته بود و میگفت که ازم خوشش میاد و حاضره که برای اینکه با من باشه هر کاری بکنه من به شدت عصبی شده بودم نمیتونستم تحمل کنم اما اون میگفت که از برادرم خسته شده و با من بیشتر حال میکنه واقعیتش یه جورایی حق داشت آخه برادرم اون رو خیلی خورد میکرد و اصلا رابطه خوبی با همدیگه نداشتن می برادرم متوجه موضوع نمیشه و ما میتونیم با هم باشیم من هیچ حسی تا به اون روز به زنداداشم نداشتم حتی بهش چپ هم نگاه نکرده بودم اما همون روز اونقدر تحریکم کرد که باعث شد من ببوسمش رابطمون از همون روز شروع شد من هر از گاهی به خونش میرفتم هر بار که به اونجا میرفتم ازم رابطه جنسی میخواست منم دیگه نه نمی آوردم ازش کم کم خوشم اومده بود هر بار که به اونجا میرفتم و اون قدری به خودش میرسید که یه جوری تحریکم میکرد که نمیتونستم نبگم برادرم از موضوع بیخبر بود نمیتونستم خبردار بشه آخه چرا باید به من مشکوک میشد رابطه من و زندادشم بیشتر و بیشتر شد جوری که کم کم به هم علاقمند شده بودیم نیکی توی این مدت عذیت هایی که شده بود رو برام تعریف می کرد و می گفت که دلش میخواد فرزاد رو بکشه تا هم از دستش راحت بشه هم انتقام بگیره برادرم زنش رو خیلی خورد می کرد مدام تحقیر می کرد نیکی می گفت حتی توی روابط زناشویی هم بهش تحقیرامیز نگاه میکرده و همینها باعث شده بوده که اون حس انتقام رو تو خودش پرورش بده یه مدتی گذشت تا اینکه این اواخر اونها باز هم با هم درگیر شدن با هم تماس گرفت و گفت که هرچه زودتر پیشش برم منم به خونه داداشم رفتم بغلم کرد و در حالی که گرگه می کرد می گفت دیگه نمی تونه فرزاد رو تحمل کنه و یا می خواد بمیره یا اونو بکشه بازم داداشم خوردش کرده بود منم دیگه داشتم اذیت می شدم به گفتم هر کاری که بخوای و کمک لازم داشته باشی رو من می تونم برات انجام بدم گفت هیچی لازم نیست من همه کارا رو انجام دادم انگار نه انگار که فرزاد برادرم بود نیکی با هم کاری کرده بود که اون رو دشمن خودم میدیدم به هم گفت که مثل اینکه فرزاد سفر کاری داره و شب قراره به مسافرت بره کافیه باهاش باشی و این شربت رو که من آماده کردم رو بهش بدی بعد از اینکه خورد حالش بد میشه و باعث میشه که نفسش قطع بشه بعد ما میریم سراغش و جنازش رو با خودمون به ویلای لواسون میبریم و همونجا هم دفن میکنیم اگه هم ماجرا لو رفت پلیس به ما شک نمیکنه نیکی میگفت که میخوای تا آخر عمرت اگه با هم باشیم این کار رو باید برام انجام بدی من توی این مدت واقعا بهش وابسته شده بودم و یه جورایی نمیتونستم که نبیارم و این کار رو براش انجام دادم ترسیده بودم اما قبول کردم منم دیگه یه جورایی میخواستم انتقام بگیرم اصر 16 هم برادرم رو دیدم و به بهونه بیرون رفتن با ترفندی شربت رو بهش خوروندم او یا نیکی توی اون شربت چیزی ریخته بود میگفت دو سه ساعت دیگه عمل میکنه من نمیدونم که چی بود ساعت حدودایی شیش بود که با هم تماس گرفت و گفت که باید بریم دنبال فرزاد اون دیگه الانا باید حالش بد شده باشه با فرزاد تماس گرفتم راست میگفت حال چندان خوبی نداشت و تو حاشیه خیابون منتهی به فرودگاه نگه داشته بود با نیکی به اونجا رفتیم وقتی به اونجا رسیدم داداشم خیلی حالش بد بود من سوار ماشین فرزاد شدم و نیکی هم با ماشین من از پشت می اومد. قرارمون لواسون بود توی راه داداشم خواهش می کرد که به بیمارستان برسونمش اما من بهش بیعتنائی می کردم و وسط راه بودیم که متوجه شدم دیگه نفس نمیکشه. من تنهایی به ویلا رفتم و جنازه رو اونجا کنار یه درخت دف کردم بعد هم ماشین داداشم رو همونجا رها کردم و با نیکی برگشتیم پلیس از اعترافات این پسر شوکه شده بوده نیکی هم بعد از اینکه سیروان همه چیز رو میگه مجبور میشه که اعتراف کنه این زن میگه شوهرم خستم کرده بود و چاره دیگه ای نداشتم دلم انتقام میخواست از طرفی هم میخواستم به سیروان برسم مامورا راهی ویلای لواسون میشن و به کمک نیروهای امدادی جسد فرزاد رو پیدا میکنن جنازه به پزشکی قانونی منتقل میشه و توی بررسی ها تایید میشه که داخل بدن این فرد مقدار زیادی سم وجود داشته که باعث شده اون کشته بشه این دو نفر صحنه جرم رو هم بازسازی میکنن و هر دو به اتهام مباشرت در قتل راهی بازداشتگاه میشن جلسه رسیدگی به این پرونده هم میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه پدر و مادر فرزاد و سیروان توی دادگاه حاضر بودن علی میگه فرزاد پسر بزرگ من بود سیروان با این کارش باعث شد که من نابود بشم و دیگه نمیخوام اون رو به عنوان فرزندم قبول کنم این مرد درخواست اشد مجازات برای هر دو متهم میکنه متهمین هم توی جایگاه حرفای خودشون رو میزنن سیروان به پدرش میگه که فرزاد عروسشون رو نابود کرده بوده و اون و نیکی چاره دیگه ای نداشتن نیکی اما حرفی نمیزنه قاضی پرونده هم بعد از بررسی شواهد و گزارشات پزشکی قانونی هر دو متهم رو به خاطر قتل عمد فرزاد محکوم به قصاص میکنه از طرفی به خاطر رابطه نامشروعی که خودشون اعتراف کرده بودن به 99 ضرب شلاق محکوم میکنه خیلی خوشحالم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات تجاوز سه نفری به دختریه که برادرش اون رو توی شرط بندی باخته بوده رو تماشا بفرمایید